دومینیک استراسکان احتمالاً در دو ماه گذشته از خبرنگاران رسانه‌ها دل خوشی نداشته باشد، اما سه‌شنبه شب یک دلیل برای تشکر از آنها داشت. هنگامی که او و همسرش پشت در آپارتمان یکی از دوستانش در نیویورک گیر کرده بودند و خبرنگاران به آنها یاد می‌دادند چطور کلید را در قفل در بچرخانند، آنها در نهایت پس از چند دقیقه معطلی موفق شدند و با گفتن شب بخیر به خبرنگاران به داخل خانه رفتند. روزنامه نیویورک پست گزارش کرده است که به زودی پرونده تعقیب قضایی رئیس سابق صندوق بین المللی پول به طور کامل بسته می شود. رسانه‌های آمریکایی از قول منابع معتبری که نامشان فاش نشده گفتند که دادستان پرونده در دو هفته آینده تمام اتهامات مطرح شده را پس خواهد گرفت. اما آیا این پایان کابوس برای کسی است که تا دو ماه قبل یکی از قدرتمندترین مردان جهان بود و خود را آماده رقابت برای ریاست جمهوری فرانسه می‌کرد؟ تریستان بانون نویسنده زن فرانسوی شاید پاسخ روشن به این سوال را به تأخیر بیندازد. او گفته است از آقای استراسکان به دلیل اقدام به تجاوز جنسی در 9 سال قبل شکایت خواهد کرد.